سلام، مهدی نوبخت هستم و با جلسه سوم آموزش ایلستریتور در خدمت شما. تو این جلسه میریم سراغ ابزارهای انتخاب و کار با لایه‌ها که بسیار هم مهم هستش. ابتدا میام سراغ ابزار انتخاب یا سلکشن تول که در این قسمت وجود داره و با شورتکات V فعال میشه. اگر در واقع موس رو روی اون قرار بدیم شورتکات رو به راحتی میتونیم ببینیم. حالا کلیک میکنم روی این قسمت میبینی که شورتکات V هست و ابزار انتخاب. در واقع دو روش انتخاب وجود داره، یکی همین سلکشن تول و ابزار دیگه دایرکت سلکشن هست که با اون هم آشنا خواهیم شد. حالا اگر وی رو بزنم و بیام سراغ این قسمت و کلیک کنم، می‌بینید که اون قسمت انتخاب میشه. حالا اگر درگ کنم میتونم این قسمت رو جابجا کنم. در واقع ابزار سلکشن تول امکان جابجایی رو هم برای من فراهم میکنه، به این صورتی که اینجا میبینیم. حالا اگر بیام سراغ این قسمت، در واقع این قسمت رو میتونم جابجا کنم و به همین ترتیب قسمت‌های مختلف رو روی اونها اگر قرار بگیرم میتونم به راحتی جابجا کنم. ولی همونطور که می‌بینید در واقع یک نوع گروه‌بندی‌های وجود داره و در واقع زمانی که انتخاب رو انجام میدم این جابجایی روی اون گروه صورت میگیره. برای اینکه ببینیم ساختار این آبجکت به چه صورت، ساختار این تصویری که داریم به چه صورت هستش، بعد بیایم سراغ لایه‌ها که در این قسمت وجود داره. لایه‌ها در واقع به ما کمک میکنن تا بتونیم اون مدیریت کنیم تصاویر یا المان‌هایی رو که داریم در محیط الستراتور. در واقع برای مدیریت لایه‌هایی که داریم یا برای مدیریت المان‌های گرافیکی که داریم میتونیم بیایم و از لایه‌ها استفاده کنیم و هرچه صحنه ما سنگین‌تر بشه یا در واقع اون اثر هنری ما سنگین‌تر بشه نقش اون بیشتر میشه. حالا اگر بیام روی این کلیک کنم میتونیم لایه‌ها رو اینجا ببینیم. برای اینکه حالا بهتر دیده بشه این رو درگ می‌کنم و در این قسمت قرار میدم به این صورت و این رو هم خاموشش میکنم. بسیار خب، همونطور که میبینید توی این فایل کنترل یک رو هم میزنم تا فیت بشه با این صحنه که داریم. توی این فایلی که ما داریم در واقع دو تا لایه وجود داره، یک لایه ایرس که این لایه زمین هستش و یه لایه بک‌گراند که در واقع در قسمت پشت وجود داره. توی این قسمت که ما میتونیم ویزیبیلیتی رو کنترل کنیم، همونطور که میبینید ما میتونیم با کلیک کردن روی این اون رو خاموش یا روشن کنیم. به این ترتیب بک‌گراند رو هم میتونیم خاموش یا روشن کنیم و تو این قسمت هم که امکان قفل کردن وجود داره. اگر لایه رو قفل کنیم دیگه انتخاب نمیشه. میبینی که با اگر بیام لایه زمین رو قفل کنم دیگه روی اون انتخابی صورت نمیگیره و امکان انتخاب در واقع از بین میره. اگر بیام سراغ این لایه و این گزینه رو باز کنم، میبینی که زیرگروهی هونا در واقع لایه های دیگه وجود داره. در واقع هر لایه زیر لایه هایی داره یا ساب لیر داره که در این قسمت قرار گرفته. اگر اینجا کلیک کنم می‌بینم که این لایه بک‌گراند تشکیل شده از یک سایه که در اینجا وجود داره و یک لایه بک‌گراند که در پشت قرار گرفته. اگر روی این قسمت روی آیکون لایه کلیک کنم، دابل کلیک کنم، میتونم اسم اون رو اینجا تغییر بدم و رنگی که به اون اختصاص داده شده میتونم اینجا رنگ سبز رو انتخاب کنم. و حالا اگر بیام سراغ این قسمت انتهایی و کلیک کنم، در واقع میتونیم اون لایه رو در اینجا ببینیم. اگر کمی عقب‌تر بیام رنگ این سبز رو میتونم، رنگ سبز که برای لایه و متعلقات داخل اون انتخاب کردم رو در واقع روی کلیت اون انتخاب کردم و روی همه اونها اعمال میشه. اینجا میتونم اون رو ببینم. حالا اگر بیام لایه زیری رو تنها انتخاب کنم، دوباره اینجا میتونم این رنگ رو ببینم به صورتی که اینجا میبینیم. پس این هم اندیس یا نمایشگر انتخاب هستش که میتونیم تک تک زیر لایه ها رو انتخاب کنیم یا کل لایه ها رو به این صورت انتخاب کنیم. بسیار خب، پس به این صورت در واقع ما میتونیم کار نمایش یا قفل کردن یا تغییر رنگ رو داشته باشیم. حالا اگر بیام سراغ این لایه زمینی که داشتیم، میبینی که وقتی ما ابزار انتخاب رو داریم و کلیک میکنیم، در واقع اون گروه انتخاب میشه. ببین این زیر لایه‌ها در واقع یک نوع گروه هستن. اگر بخوایم تعریف دیگه برای اونا داشته باشیم، در واقع یک نوع گروه هستن. ما یک گروه داریم برای صورت که میتونیم اون رو در واقع برای اجزای صورت مثل چشم و ابرو که به راحتی میتونیم اون رو خاموش یا روشن کنیم یا قفل کنیم. و به همین ترتیب برای قسمت‌های مختلف اومدم و گروه رو تعریف کردم. برای اینکه بتونیم گروه تعریف کنیم، به عنوان نمونه میخوام این چشم‌ها به همراه این کره با هم باشن یک گروه رو تشکیل بدن. میتونم اونها رو انتخاب کنم. برای انتخاب کردم شیفت رو میتونم پایین نگه دارم تا دوتای اونها انتخاب بشه، یا از این قسمت میتونم بیام و شیفت رو پایین نگه دارم تا اونها انتخاب بشه. در واقع شیفت و کلیک و انتخاب. حالا اگر بیام سراغ قسمت آبژه و گروپ رو بزنم، اونها داخل یک گروه قرار میگیرن به این صورتی که اینجا میبینیم.
حالا تمام اونها رو اینجا میتونم دیگه با یک کلیک انتخاب کنم به این صورت و میبینی که در قسمت لایه ها به این صورت در اومد، اون دو تا گروه زیر گروه این گروه جدید شد. میتونم اینجا دابل کلیک کنم یا روی لایه دابل کلیک کنم و اسم مورد نظر خودم رو قرار بدم. حالا GRP اینجا قرار میدم مفهوم گروه به این صورتی که اینجا میبینیم و باز دوباره امکان لاک کردن وجود داره و در واقع تنظیمات ثانویه که وجود داره. اگر زیر گروه اینها بیام باز هم اینه که لایه های دیگه ای وجود داره، لایه هایی که در این قسمت میتونیم ببینیم. حالا کمی عقبتر میام تا بهتر دیده بشه اینجا در واقع. پس میبینید که زیر گروه های دیگه هم اونجا وجود داره که دیگه اینا در واقع گروه شده نیستن و اون المان های نهایی هستن. توی این قسمت یه دایره‌ای وجود داره که بعضی از اونها تو خالی هست و بعضی تو پر و این نشون میده که اینها رویشون در واقع روی اونها افکت های اعمال شده. حالا بعدن که با در واقع پنل اپیرنس یا این در واقع قسمت اپیرنس آشنا بشیم بیشتر خواهیم دید که به چه صورت عمل میکنه. در واقع روی بعضی از اونها افکت وجود داره روی و روی بعضی از اونها افکت وجود نداره و اونهایی که افکت وجود داره به صورت خالی به صورت توپور هستن و اونهایی که افکتی وجود نداره به صورت تو خالی. حالا بیشتر همونطور گفتم در ادامه زمانی که با این اپیرنس آشنا بشیم که بسیار کاربردی هست حتما بیشتر با این هم آشنا خواهیم شد. اگر بیام سراغ این قسمت و حالا این گروه رو انتخاب کنم، اگر بیام و روی اون دابل کلیک کنم میبینی که اطراف اون کمرنگ میشه، وارد این گروه میشه. حالا بقیه گروه ها در این قسمت لایر منیجری که داریم خاموش میشه و فقط این گروه به صورت ایزوله در این قسمت دیده میشه. حالا میتونم تمام لایه های اون رو مورد بررسی قرار بدم. میبینی که روی این قسمت هم در واقع علامت فلش میاد که میتونیم یه لول بالاتر بریم یا در واقع داخل این لایه بیایم. به صورتی که اینجا میبینیم همینطور میتونیم بین لایه ها حرکت کنیم به پایین و بالا. حالا اگر بیام سراغ اینجا و دابل کلیک کنم اینه که وارد محیط اون میشه، وارد محیط GRP میشه. اگر بیام سراغ چشم ها و دابل کلیک کنم دوباره وارد گروه فیس GRP میشه و فقط به اونها دسترسی داریم. اینه که این هم از المان هایی تشکیل شده که اینجا کاملا قابل دیده شدن هست. هر لایه که انتخاب میکنم این اندیس یا این نمایشگر اینجا نشون میده که کدوم لایه انتخاب شده. پس در واقع روش کار با لایه ها به این صورت است. حالا اگر بخوایم یه مرحله بالاتر بریم دوباره میتونیم دکمه بک رو بزنیم و یه لایه بالاتر بریم و به همین ترتیب بزنیم تا به سرشاخه برسیم و به لایه اصلی که وجود داره. بسیار خب، اگه دوباره روی این دابل کلیک کنم و دوباره روی چشم ها دابل کلیک کنم اینه که اینجا ما میتونیم این رو انتخاب کنیم و جابجا کنیم. یه ابزار دیگه برای انتخاب وجود داره و اون هم دایرکت سلکت هستش که حالا اگر اون رو کلیک کنم و انتخاب رو انجام بدم در ظاهر به نظر میاد چیزی تغییر نکرده، اما این دایرکت سلکت یک ویژگی دیگه‌ای که داره اینه این هستش که به من این امکان رو فراهم میکنه تا به نقاط یا ساختار تشکیل دهنده این شکل هم دسترسی داشته باشم. اگر یه بار کلیک کنم و حالا دوباره کلیک کنم اینو که میتونم بیام نقاط تشکیل دهنده این لایه رو یا این مسیر رو هم دسترسی بهش داشته باشم و اونا رو هم کنترل کنم که با پایین نگه داشتن شیف میتونم تعداد بیشتری از اونا رو انتخاب کنم یا با درک کردن در واقع میتونم اونها رو به این صورت کلی انتخاب کنم و جابجایی انجام بدم به این صورتی که اینجا میبینیم، یا در واقع میتونم بیام و از کیو یا لاسو سلکشنی که اینجا وجود داره انتخاب در واقع این کار رو انجام بدم و این قسمت رو انتخاب کنم و حالا جابجایی رو انجام بدم. پس این امکان برای من فراهم میشه با استفاده از دایرکت سلکشن که بیام و تک تک اینها رو در واقع دسترسی داشته باشم به اون نقاط کنترلی که برای این مسیر وجود داره و اونها رو هم مورد کنترل قرار بدم و همچنین دستگیرهایی که وجود داره. حالا توی جلسه بعد باز بیشتر با ساختار اشکالی که در ایلستریتور وجود داره در واقع آشنا خواهیم شد، اینکه اشکال از نقاط دستگیرها و این سگمنت یا در واقع نقطه اتصالی یا خط اتصال بین دو تا نقطه ایجاد شده بیشتر آشنا خواهیم شد و بیشتر از این ابزارها استفاده میکنیم تا کاملا روی اونها مسلط بشیم. حالا اگر چند مرحله اینو برگردم به بالا و روی لایه اصلی قرار بگیرم و دایرکت سلکت رو فعال کنم اینه که این امکان برای من فراهم هستش که تک تک المان‌هایی که وجود داره رو قابل دیدن هست رو اینجا انتخاب کنم و به دسترسی داشته باشم به اون اجزای سازندش و به نقاطی که وجود داره یا اون دستگیرهایی که وجود داره و اونها رو کنترل کنم. پس وقتی دایرکت سلکت فعال هستش این امکان وجود داره که بیام و نقاط رو فارغ از گروهی که دارن در واقع مورد کنترل قرار بدم و یا مورد ادیت و ویرایش قرار بدم.
بسیار خب، حالا تا همین حد برای این جلسه کافی است. دیدین که در واقع چطور از ابزار سلکشن تول استفاده کنیم، از دایرکت سلکت در واقع چه استفاده ای داره و چطور میتونیم استفاده کنیم، و با لیر منیجر تا حد زیادی آشنا شدیم. توی جلسه بعد میریم سراغ در واقع ساختار این اشکالی که وجود داره و با ابزار پن آشنا خواهیم شد. اگر سوالی داشتید در گروه پرسش پاسخ هنرآمیز یا در انجمن سایت به خصوص میتونید سوالات خودتون رو مطرح کنید و من سعی میکنم در کوتاه‌ترین زمان در واقع این سوالات رو جواب بدم. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.